صحبت های جنجالی پدر هادی چوپان که خیلی وایرال شده و هوادارهای هادی به شدت دارن از پدرش انتقاد میکنن. چوپانم بابای هادی چوپانه، تمام جمهوری اسلامی افتخار میکنن که بچه‌م پرچم جمهوری. وثیقه گذاشتن وحید شمسایی فوتبالیست معروف کشور برای آزادی تاتالو. اولین صحبت های جنجالی پدر رها اعتمادی در مورد اینکه پسرش با گوگوش رابطه چیزی هم داره یا نه. رها و گوگوش دو روی یه سکه هستن، رفیقای هستن که من فکر نمی کنم هرگز هم دیگر رها کنن. و کلی اتفاق جنجالی دیگه که در ادامه میبینید. دارو سرش بود، منو با چوب میزد. ایشون هم با چوب منو خب در ابتدا بریم سراغ صحبت‌هایی از پدر هادی چوپان که چند وقت پیش انجام داده و چون توی این ویدیو از مسئولین کشور تشکر میکنه، حالا مردم بهش حمله کردن و میگن که پسرت هادی چوپان همیشه گفته که مسئولین کاری برای من نکردن. حالا چرا تو داری ربطش میدی به دولت؟ من احمد چوپانم، بابای هادی چوپانه. از منم از تمام ملت، از تمام جمهوری اسلامی افتخار میکنن که بچه‌م پرچم جمهوری اسلامی بره بالا و همه مردم هم تشکر میکنم که زحمت کشیدن اومدن پیشواز بچم. من روزی که هادی قلم برداشت از این کارو گفتم بابا ما کاریگریم، بروجمون نمیرسه، توانایی نداریم از کنن که پشت این کارو ما بگیریم. بابا من پشتش میرم و توکل میکنم به خدا یکتا. تا حالا هم الحمدلله برنده شده، از خودم که راضیم، خدای منم از اون راضی. از اون طرف هم وحید شمسایی که دوست قدیمی امیر تاتلوه و فوتبالیست معروف کشورمونه، در حال تلاشه که تاتلو رو با وثیقه از زندان آزاد کنه و ظاهرا در حال پیگیری کارهای تاتلوه. و اما پدر رها اعتمادی هم در مورد رابطه پسرش با گوگوش یه سری صحبتهایی کرده که در ادامه میبینید. به آقای اعتمادی، شایعات زیادی نسبت به رابطه آقای رهای اعتمادی و خانم گوگوش وجود داره. شما به هر حال پدر رها هستین، او و شاید روابطش رو تا اندازه‌ای بشناسید. من میخوام از شما بپرسم رک و صریح، آیا خانم گوگوش و آقای رها اعتمادی رابطه‌ای بجز رابطه همکاری و فعالیت حرفه‌ایشون دارن یا خیر؟ من امروز رها و گوگوش رو دو تا یار قار همدیگه میبینم. من میدونم در مورد رابطه با رها و گوگوش شایعات بسیار بسیار زیادی وجود داره که حتی پای منم کشیدن وسط. من اینو گفتم، من اونو گفتم. آخه بابا اینا رو کجاهاتون در میارید شما؟ اسم رها رهاست. هیچگاه من در امور مسائل شخصی این بچه ها کوچکترین دخالتی نکردم، اصلا نمیپرسم. ولی من دارم به شما میگم، به هموطنانی هم که این برنامه رو دارم میبینن میگم که رها و گوگوش دو روی یه سکه هستن، رفیقای هستن که من فکر نمیکنم هرگز هم دیگر رو رها کنن. من به بقیه چیزاش که اصلا نمیدونم و نمیخوام بدونم و نه اصلا برام مهمه. من از این که این دو تا از هم دیگه کمک میگیرن، رشد میکنن و پیش میرن لذت میبرم. همینش برای من مهمه، هیچ چیز دیگهش مهم نیست. یه سری دوز دایوس هم دستگیر شدن که الان که فقط ترس دارم، حتی تو خونه هم کنار مادرم میخوابم، حتی بیرون نمیرم، من طبعا خدا هم نمیتونم برم. خانم خدا بعد چه اتفاق افتاده؟ حالا من مبلغ 8 روز جمعه ساعت 11 شب داشتم میرم خونه، از اسنپ پیاده شدم، بعد یه تیکه خونمون خاکی توریه، بعد اسنپ نمیتونست بیاد، من پیاده شدم اسنپ دور زد برگشت، بعد یه آدم یه آقای پشت من سرکه گفت خانم یه چوب کوبید تو سر من. همین که برگشتم یکی دیگه که پشتش وایساده بود یه مش کوبید تو صورتم که من افتادم زمین. داد میزد پول بده، طلا بده، گوشی بده، هی داد، بعد منو با چوب، بعد من چون مقاومت میکردم هی منو میزد. من افتادم روی کیفم که نکشه، ولی اپوش با چوب میزد توی کمرم، بعد هی داد میزد که آخر سر فقط تونست زنجیره منو باز کنه، ولی گوشی ما میخواست، این گفت گوشیاتو بده، گوشی بده، گوشی بده. بعد یه صدای سرفه مانندی اومد، اینا یه صدا شنیدن که به اون رفیقش که منو اول زد تو چشمم، به این کلاسریه گفتش که بریم. اومدن که برن، دقیقه آخر با یه دونه نیمچه دستش بود، یه نیمچه کوچیک، حتی قمم نبا، یه نیمچه کوچیک کوبید به آشیل پام که پام پاره شد، که توی بیمارستان رفتم بخیه زدن عمل جراحی کردم. خواستتون چی از قوه قضاییه؟ درخواستم اشد مجازات، همون جوری که من زده، همون جوری خدا و دنیا بزنتش. من هیچی نمیتونم، فقط اشد مجازات. من اینکه یه پزشک این مملکتم هیچ امنیتی تو این جامعه ندارم. الان که فقط ترس دارم، حتی تو خونه هم کنار مادرم میخوابم، حتی بیرون نمیرم، من طبع خدا هم نمیتونم برم، هیچی نمیتونم با این اوضاعی که دارم. فقط ترس دارم اینکه
اینا فقط به سزای اعمالشون برسن. پدر جان یک اتفاق تلخ برای دخترتون افتاده، درخواستتون چیه؟ من درخواستم اول تشکر میکنم بعد دیگه انتظامی. ببین اولا که قضات خب حاکم مملکتن، جای حضرت علی نشستن، فکر کنن دختر خودشونه، فکر کنن دختر خودشونه، همچین اتفاقی افتاده، هر کاری برام کردن برای دختر منم بکنن. خانم میگی یه جلوتا خانم ایشون بعدین تو صحنه بودن؟ بله. چیکار کردن؟ ایشون فقط یه کلا رو سرش بود، منو با چوب میزد. فقط ایشون چون منو با چوب میزد، اون توپلا هم فقط یه دونه مش به من زد. ایشون هم با چوب منو ایشون خیلی زد، ولی اون آقا توپله که به من اکشن ایشون من شناسایش کردم، اون فقط با مچ کوبید چش من کردن کبودی من، بعد یه هفته یه ذره رفته چون رفتم دکتر و اینا. ایشون منو زد. قبول داری؟ کلا هم سرش اشتباه شده. اشتباه شده؟ بله. یعنی چی اشتباه شده؟ من با پشت فرمون بودم، اونی که کلا داشتش رفیقم بوده. ما فعلا چون اول تحقیقات هستش میگم که فرض رو بر این میگیریم که همدست شما این کارو کرده. خودت دیدیشون صورتشون تا الان بهتر شده، پاشون رو قمه زدین، کمرشون آسیب دیده، چه حسی داری؟ متاسفم آقا. فقط یه تاسف کن. نه من خاکسترم میکنم. اگر یکی خدایی نکرده خواهر خودتون رو خودت این کارو میکرد چیکارش میکردی؟ خدا لعنت بکنه. من دنبال رضایتم، ببخشید. ولی من به خدا تو ماشین بودم. تو بودی رضایت میدادی؟ چند سالته؟ من تازه 22 سالم. اوایل اردیبهشت ما خانومی تحت عنوان اینکه چند نفر با تهدید چاقو و ضرب و شتم ایشون اموالش رو سرقت کردن به پایگاه دوم پلیس آگاهی مراجعه کردن. بلافاصله همکارانم با پیگیری‌های کارگاهی که انجام دادن نهایتاً سارقین رو شناسایی کردن، با هماهنگی قضایی افراد در مخفیگاهشون دستگیر شدن که در حین دستگیری در مقابل مامورین مقاومت کردن و مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. خب این افراد از افراد سابقه دار هستن، قبلا محکوم شدن و مجازات شدن، متاسفانه دوباره تکرار جرم دارن که با هماهنگی قضایی با صدور بازداشت موقت فعلا جهت تکمیل تحقیقات در اختیار هستند. با توجه به سابقه دار بودن این افراد و ضرب و شتمی که توسط این افراد انجام شده که جزء جرائم خشن هست، حتما به شدت با این افراد برخورد میشه و دادستان محترم تهران هم در این خصوص دستورات قاطعی رو صادر کرده. خلاصه اینم از ویدیو امشب. لطفا ویدیو رو لایک کنید تا اینجوری ازمون حمایتی هم بشه. دم همگیتون گرم، تا ویدیو بعدی بدرود.